سلام بر شما و وقتتان بخیر. خوش آمدید به خبرهای این ساعت از تلویزیون بیگ. امروز جمعه 18 دلو 1398 هجری شمسی است که برابر می شود با 7 فوریه 2020 میلادی. و حال هم توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کشته شدن یک شخص در شهر شبرقان توسط افراد ناشناس. کشته شدن 12 تن از گروه طالبان در دو رویداد جداگانه در ولایت بلخ. و در اخیر هم کشته شدن رهبر القاعده در یمن در حمله آمریکا. سونیا آیدین هستم با مشروع خبرهای این ساعت. یک شخص در شهر شبرقان توسط افراد ناشناس توسط چاقو به قتل رسیده است. مقام‌های امنیتی در ولایت جوزجان با تایید این خبر می‌گویند نیاز محمد باشنده اصلی ولایت سرپل دیشب در ناحیه چهارم شهر شبرقان توسط افراد ناشناس با ضرب چاقو به قتل رسیده است. دلیل قتل نیاز محمد تا اکنون مشخص نشده و تحقیقات در این مورد ادامه دارد. شب گذشته نیاز محمد باشنده اصلی ولسوالی سنچارک ولایت سرپل از سوی افراد ناشناس در ولایت جوزجان به قتل رسیده است. یک مقام امنیتی که نخواست نامش فاش شود به تلویزیون بیگ گفت این رویداد در ناحیه چهارم مربوط حوزه اول امنیتی اتفاق افتاده، اما تا اکنون در رابطه با این رویداد کسی بازداشت نشده است. به گفته او روز گذشته یک مرد 45 ساله در قریه عربخانه شهر شبرقان خود را حلق‌آویز کرده است. علت این خودکشی تا اکنون فقر و بیکاری گفته شده است. این رویدادها در شهر شبرقان در حال اتفاق می‌افتد که چندی قبل مقام‌های امنیتی این ولایت از کاهش جرایم جنایی در این ولایت خبر داده بودند. 12 تن از گروه طالبان در دو رویداد جداگانه در ولایت بلخ کشته شده است. محمد حنیف رضایی سخنگوی قلردوی 209 شاهین میگوید نیروهای هوایی کشور عملیات‌های هوایی را در برابر گروه طالبان در ولسوالی چمتال این ولایت انجام دادند که در نتیجه آن ملا جابر ولسوال نامنهاد گروه طالبان برای این ولسوالی همراه با 6 تن از افرادش کشته شده است. و در یک حمله هوایی دیگر در ولسوالی شورتپه ولایت بلخ 5 طالب مسلح کشته و 3 تن دیگر از آنها زخم برداشتند. 12 تن از گروه طالبان در دو رویداد جداگانه در دو ولسوالی ولایت بلخ کشته شده است. محمد حنیف رضایی سخنگوی قلردوی 209 شاهین میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغان عملیات‌های هوایی را در برابر مخالفین مسلح دولت در ولایت بلخ انجام دادند. این حملات هوایی نیروهای هوایی کشور بالای گروه طالبان در ولسوالی چمتال این ولایت انجامیده است که در نتیجه آن ملا جابر ولسوال نامنهاد گروه طالبان برای ولسوالی چمتال همراه با 6 تن از افراد زیر دستش در روستای علیزه این ولسوالی کشته و 3 تن دیگر از اعضای این گروه زخمی گردیده است. در خبرنامه همچنان آمده است در یک عملیات هوایی دیگر نیروهای هوایی کشور در برابر گروه طالبان که در روستای شورارق ولسوالی شورتپه ولایت بلخ انجام دادند 5 تن از گروه طالبان کشته شده و یک قرارگاه مهم این گروه نیز تخریب گردیده است. خبرنامه علاوه می کند در عملیات های تصفیوی نیروهای امنیتی افغان در این ولایت 4 روستای ولسوالی دولت آباد و ولایت بلخ از وجود گروه های مخالف مسلح دولت پاکسازی گردیده است. یک قاچاقبر مواد مخدر در ولایت کابل توسط قطعات خاص پلیس کشته شد.
وزارت امور داخله با نشر خبرنامه میگوید منصوبین قطعات خاص پلیس در یک عملیات هدفمند یک قاچاقبر مواد مخدر را در ولسوالی سروبی ولایت کابل از پا درآوردند که در این عملیات 100 کیلوگرم مواد مخدر نو تریاک و یک اراده واسطه نقلی این قاچاقبر کشف و تخریب گردیده است. در اثر عملیات شبهنگام نیروهای قطعه خاص پلیس در پایتخت یک قاچاقبر مواد مخدر کشته شده است. وزارت امور داخله با پخش خبرنامه ای از کشته شدن یک قاچاقبر مواد مخدر در ولسوالی سروبی کابل خبر داده می گوید این فرد در حال کشته شده است که به هشدار پلیس توجه نکرده و بالای منصوبین پلیس فایر نموده است. همچنان در این خبرنامه آمده است که در اثر این عملیات 100 کیلوگرم تریاک به دست نیروهای امنیتی آمده و یک اراده وسیله نقلیه قاچاقبران نیز کشف و تخریب شده است. وزارت داخله در این خبرنامه از هویت فرد مذکور چیزی نگفته است. توجه کنید به خبرهای خارجی این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده رهبر القاعده در شبه جزیره عربی را کشته است. کاخ سفید گفت که قاسم الرحیمی که از سال 2015 رهبر این گروه جهادی بود در عملیات آمریکا در یمن کشته شد. او عامل یک رشته حملات به منافع غربی در سالهای 2000 تا 2010 شناخته می شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده رهبر القاعده در شبه جزیره عرب را کشته است. کاخ سفید گفته است که قاسم که از سال 2015 رهبر این گروه جهان بود در حمایت آمریکا در یمن کشته شد. او عامل یک رشته حملات به منافع غربی در سالهای 2000 تا 2010 شناخته می شود. قاسم الرحیمی بعد از کشته شدن سلف خود در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی رهبری این گروه را به عهده گرفت. القاعده در شبه جزیره عربی در سال 2009 از دو شاخه القاعده در یمن و عربستان تشکیل شد و هدف خود را سرنگونی دولت‌های مورد حمایت آمریکا و حزب کامل نفوذ غرب در منطقه اعلام کرد. این گروه با استفاده از بی‌ثباتی سیاسی که سال‌هاست گریبانگیر یمن است، در این کشور موفق بوده است. کاخ سفید عصر پنجشنبه در بیانیه مرگ او را تایید کرد اما نگفت چه زمانی کشته شده است. در این بیانیه آمده است مرگ او القاعده در شبه جزیره عربی و جنبش جهانی القاعده را بیش از پیش تضعیف می کند و ما را به حزب تهدیدی که این گروه ها متوجه امنیت ملی آمریکا می کند نزدیک تر می کند. این بیانیه می افزاید ایالات متحده منافع خود و متحدان خود را در نتیجه مرگ او در امنیت بیشتر می‌بیند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک روز بعد از تبرئه در سنای آمریکا از اتهامات استهزاء در جمعی در کاخ سفید و مخالفانش تاخته است. آقای ترامپ گفت از آن می‌کنم که در زندگیم اشتباهاتی کردم اما نتیجه نهایی این است. او گفت این دوره برای ما جهنمی بود، منصفانه نبود، ما هیچ کار اشتباهی نکردیم. این کار آنها آمیخته به فساد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک روز بعد از تبرئه در سنای آمریکا از اتهامات استهزاء در جمعی در کاخ سفید به مخالفانش گفت قبول میکنم که در زندگیم اشتباهاتی کردم اما نتیجه نهایی این است. که در صفحه نخست روزنامه واشنگتن پست نوشته است که ترامپ تبرئه شد. آقای ترامپ پیشتر از کسانی که در محاکمه استهزاء با استناد به ایمان مذهبی علیه او رای دادند انتقاد کرد. آقای ترامپ در ماه دسامبر بر اساس دو اتهام سوء استفاده از قدرت و کارشکنی علیه کنگره در مجلس نمایندگان استهزاء شده بود اما بعد از دو هفته محاکمه بدون احضار شهود از سوی جمهوری خواهان در سنا تبرئه شد. آقای ترامپ همچنین به تحقیقات گذشته وزارت دادگستری درباره احتمال تبانی کمپاین 2016 او با کرملین حمله کرده و گفت همه اش مزخرف بود. این اتفاق هرگز نباید برای هیچ رئیس جمهور دیگری بیفتد. لحن رئیس جمهور آمریکا نشان می‌داد که او نسبت به وفاداری حزب جمهوری خواه به خود پیش از انتخابات ماه نوامبر مطمئن است. آقای ترامپ درباره سخنانش در کاخ سفید از خانواده اش به خاطر آنکه مجبور شدند این مخمصه ساختگی و زننده را تحمل کنند پوزش خواست.
روزنامه وال استریت جورنال بر نقل از مقام‌های آمریکایی و عراقی گزارش داده است که آمریکا قصد دارد معافیت عراق برای واردات گاز طبیعی و برق از ایران را تمدید کند. به نوشته وال استریت جورنال، این معافیت در حال تمدید می شود که آمریکا و عراق برای کاهش تنش بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در بغداد، می کشند. عراق برای تولید برق تکیه زیادی به گاز وارداتی از ایران دارد و به نوشته این روزنامه دولت ترامپ قبلا برای مسئول کردن بغداد در برابر هر گونه بحران احتمالی این معافیت را تمدید کرده است، به شرط آنکه بغداد به تدریج از نیاز خود به انرژی صادراتی ایران بکاهد. اما روابط میان این دو متحد بعد از هدف کشته شدن قاسم سلیمانی در بغداد دچار تشنج شد، به طوری که پارلمان عراق به اخراج نیروهای آمریکایی رای داد. به نوشته وال استریت جورنال، برخی مقام‌های آمریکایی بعد از عطای معافیت قبلی گفته بودند که دیگر آن را تمدید نخواهند کرد. مقام‌های آمریکایی به این روزنامه گفتند که انتصاب محمد توفیق علاوه بر عنوان نخست وزیر بعدی عراق، کفه ترازو را به نفع کسانی که در دولت ترامپ خواهان تمدید این معافیت هستند سنگین کرد، تصمیمی که می‌تواند فرصتی بر رهبر تازه عراق بدهد. نشانه های فروکش کردن تنش میان آمریکا و عراق هفته پیش ظاهر شد، زمانی که بغداد اعلام کرد در حال از سرگیری عملیات مشترک با ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش است. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، که در ماه دسامبر استعفا داد اما همچنان به عنوان سرپرست موقت سرکار است. تصمیم گیری در مورد آینده حضور نیروهای آمریکایی در عراق را به نخست وزیر بعدی سپرده است. این بود خبرهای خارجی این ساعت که تقدیمتان شد و حال توجه کنید به آب و هوا از چند ولایت کشور و نرخ ارزها. خبرهای این ساعت تقدیمتان شد. تا دیدار بعد، بدرود.